رئیس الوزرای امارت اسلامی از کشورهای جهان خواست تا اداره طالبان را به رسمیت بشناسند. ملا محمد حسن آخون رئیس الوزرای حکومت موقت امارت اسلامی بر روز چهارشنبه در کنفرانس اقتصاد افغانستان در کابل گفت که تمامی شرایط برای به رسمیت شناخته شدن طالبان برآورده شده است و کشورها باید در این زمینه پیش قدم شوند. موضوع هم دغه مشکل خو باید در ملگری دغه درکی چی آیا دغه امارت چی دی ملت دغه نظام راغلی دی اگه شرایط چی ده یو مملکت ده رسمیت ده پاره ده پیجندول و شرطی یا موجود دی اگه دی امارت نگی پره کری و اگه چولی بی عدالتی تر مخی که کم اداره و پکش موجود و خو بیا هم طول دنیا پر رسمیت پیجند. کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا به ارزش میلیاردها دلار دارایی‌های بانکی افغانستان را مسدود کرده و کمک‌های توسعه‌ای را که ستون فقرات اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌داد متوقف کرده است. برخی مقامات دیگر نیز در این کنفرانس خبری که مقامات ملل متحد نیز در آن حضور داشتند، درخواستی را برای کاهش محدودیت‌ها بر انتقال پول به این کشور ارائه کرده و تحریم‌ها را عامل بحران اقتصادی در افغانستان خواندند. مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرا در کنفرانس اقتصاد افغانستان گفت در دو دهه گذشته اقتصاد این کشور به کمک‌های خارجی استوار بود و 75% منابع کشور به کمک‌های خارجی بستگی داشت، اما ادامه تحریم‌ها و منجمد ماندن پول افغانستان مشکلات زیادی را در کشور به بار آورده است. کمک‌های انکشافی خارجی دارای شرایط بودند. شرایط کمک ها اغلبا سیاسی بود. تحریم های اقتصادی رسمی و غیر رسمی بالای حکومت و مردم افغانستان اعمال شد. افغان های عادی در نتیجه این تحریم ها به چالش های شدید اقتصادی مواجه شدند. تحریم ها بر اقتصاد ما نه به هزاران بلکه به صدها هزار کودک را مبتلا به سوء تغذیه ساخت. جامعه جهانی کمک‌های بشری به افغانستان را افزایش داده و تلاش دارد تا به نیازهای فوری رسیدگی شود. دیبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در این کنفرانس سخنرانی کرد و گفت بحران اقتصادی افغانستان یک مشکل جدی است و نیاز است که همه کشورها با آن رسیدگی کنند. او گفت سازمان ملل متحد در تلاش است تا اقتصاد افغانستان را احیا کند و به صورت اساسی به مشکلات اقتصادی افغانستان بپردازد. ملا محمد حسن آخون در کنفرانس اقتصاد افغانستان گفت که حکومت تازه در افغانستان امنیت سراسری را تأمین و فساد را از بین برده است، اما مردم 20 سال جنگ، بمباردمان و وضعیت بد اقتصادی را سپری کرده است و جامعه جهانی با افزایش و ادامه تحریم ها ملت را بیش از این اذیت نکنند. مول وایز مر سره از ما سره دې څو کومک نه کی چې ما ته پیسې راکړي زه ځانو عیال فساتم یا از ما وزیرانو تور کړي یا از ما رئیسانو تور کړي یا از ما مجاهدینو تور کړي نه دې ورکړي ابدان یې نه ځینې غواړو خو موږ وایو چې دا ولس ستړی دی دا ولس خوار دی در بدره دی شل کاله بمبار پر سوی دی شل کاله خواري پر تېرې سوي دي وچکالۍ پر راغلي دي موږ وایو راشي په ټولو سره لاس سره یو کړو د دغه خلکو چې دا دنیا ناری وي چې دا د بشر حقوق دي خو دا هم بشر دی چې په لوړه کې غورده دی. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی در کنفرانس اقتصاد افغانستان گفت که نتیجه تلاش های پی هم و سیاست اقتصاد محور امارت اسلامی است که باب جدیدی از روابط میان افغانستان و جهان گشوده است. او افزود که افغانستان پس از این به جای مرکز تصادم میان کشورها، مرکز تفاهم و نقطه وصل در عرصه اقتصاد خواهد بود. حسیب حساس، تلویزیون اورانوس، کندوز.